دوستان میوت کنم. امین نظیری، بله. خب اگر که دوستان اجازه بدن برنامه رو شروع کنیم. من میخواستم سلام و خوش آمد بگم خدمت همه دوستانی که به جلسه ملحق شدن و تشکر کنم از انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری که این دعوت رو به عمل آوردن و باعث و بانی این برنامه ادبی و بسیار خوب شدن. ممنونم که با ما هستین امشب. و من اولم میخواستم روز پدر رو تبریک بگم خدمت تمام پدران و جای تمام پدرانی هم که پیش ما نیستن، سبز و یادشون همیشه گرامی. در رابطه با جلسات قلمرو و ادب، من اگه اجازه بدیم میخواستم یه کوتاه معرفی داشته باشم. حالا استاد رادم با ما هستن و خودشون در شروع صحبت ها میتونن بیشتر توضیح بدن. جلسات قلمرو و ادب الان حدوداً 20 سال هست. از سال 2000 از شهر واترلو شروع شد برنامه ها و الان ما این سعادت رو داریم که حدوداً 6 سال هست که در اتاوا از جلسات آقای راد هر جمعه از ساعت 6:30 تا 8:30 بهره‌مند میشیم. جلسات بیشتر به بازخوانی و بررسی متون کلاسیک و ادبی پارسی اختصاص داره. ما تو این جلسات حالا شاهنامه، بوستان سعدی، تاریخ بیهقی، مثنوی، حافظ، غزلیات سعدی، لیلی و مجنون، رباعیات خیام و خیلی از متون رو بازخوانی کردیم و این جلسات همچنان برگزار میشه. الان در شرایط کووید به صورت آنلاین و روی پلتفرم زوم هست، هر جمعه از ساعت 6:30 تا 8:30 که دوستانی که علاقمند باشن میتونن با همین اطلاعاتی که امشب به این جلسه ملحق شدن جمعه ها به اون جلسه هم ملحق بشن. و در حال حاضر جلسات به بازخوانی شاهنامه فردوسی در قسمت اول و دفتر دوم مثنوی در قسمت دوم اختصاص داره. یه توضیح مختصر و کوتاه بود. خیلی خوشحال هستیم که امشب در خدمت شما هستیم و من میخواستم به طور خاص از آقای نظیری، پرزیدنت انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری، هم تشکر کنم و ازشون دعوت کنم که کلامی رو داشته باشم با شرکت کنندگان و برنامه رو آغاز کنم. سلام عرض می‌کنم، درود بر همه شرکت کنندگان و دوستان عزیز. امشب در خدمت دوستان هستیم از قلمرو ادب و استاد مهران راد که در واقع افتخاری هستند برای ما و بتونیم انشالله از برنامه‌ای که تدارک دیدن استفاده کنیم. انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری، یه توضیح مختصر بدم خدمتتون که تقریبا بالغ بر 20 سال فعالیت‌های فرهنگی رو در شهر کلگری انجام میده، در زمینه‌های مختلف برگزاری مراسم مختلف ایرانی از جمله برنامه‌های نوروز، برنامه‌های یلدا، برنامه‌های مختلف و به طور خاص شب شعر. شب شعر یکی از قسمت‌های جدا نشدنی انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری است که در واقع ما اینها به صورت دوره انجام میدیم. از هنگامی که در واقع محدودیت‌های در واقع اجرا به صورت فیزیکی به خاطر کووید 19 اجرا شده، ما این برنامه ها رو به صورت آنلاین انجام میدیم. حقیقت امر این است که علارغم مشکلاتی که کووید داشته، همینجور که بعضی از دوستان اشاره کردن، حداقل نکته مثبتی که داشته این هست که تونسته یک سری در واقع فعالیت ها رو با همدیگه ادغام کنه، یک سری هم افزایی انجام بده، از جمله همین برنامه امشب که خدمت همه دوستان هستیم و برنامه داره از شهر در واقع از اونتاریو به صورت مستقیم اجرا میشه و ما تونستیم با هماهنگی که انجام دادیم از دوستان دعوت کنیم که این برنامه رو اجرا کنن. مطمئنن اگر استقبال قرار بگیره، مطمئنن همینجور که برنامه های قبلی بوده، ما تشویق خواهیم شد که این برنامه ها رو ادامه بدیم و بتونیم در خدمت دوستان باشیم با تمرکز بر روی برنامه های ادبی. امشب در خدمت دوستان قلمرو ادب و استاد مهران راد هستیم در ارتباط با موضوع فردوسی.
چنانچه میدونید فردوسی میراث همه ما ایرانی هاست و ما در واقع افتخار میکنیم که زبان فارسی که الان داریم صحبت میکنیم قسمت اصلیش بر مبنای زحماتی است که فردوسی 1000 سال پیش بنا گذاشته و ما بایستی این رو به نسل بعدی منتقل کنیم و این برنامه یک بدعتی است در کانادا که کسانی که دور از موطنشون هستن، دور از کشورشون هستن، بتونن بهتر با بک‌گراند و پیشینگان خودشون ارتباط بگیرن و بهتر بشناسن و به نسل بعدی به تبع منتقل کنن. حقیقتا من بیشتر از این نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، چون که استاد به هر حال برای ما ارزش دارن کلامشون و من ادامه کلام رو به ایشون واگذار میکنم و انشالله در انتهای برنامه هم در خدمتتون خواهیم بود و بازم تشکر میکنم از همه دوستان که تشریف آوردن، منت گذاشتن و عصر تعطیلشون رو با ما شیر کردن. ممنون و متشکرم و ادامه کلام در خدمت استاد. سلام عرض میکنم خدمت خانم و آقایون، تشکر میکنم از عزیزانی که این امکان فراهم کردن و از خانواده محترم وکیل و خانم دکتر سیدین و دیگر عزیزان تشکر بلیغ دارم و اکید و مخصوص. اما صحبت در مورد شاهنامه و وقتی که مطرح شد این بحث پیش آمد که ما چه موضوعی رو انتخاب کنیم. حقیقتا انتخاب یک موضوع در مورد شاهنامه بسیار دشوار است، به دو دلیل. یکی به دلیل این که شاهنامه بسیار به شکل شگفت‌انگیزی گسترده است و این گستردگی از انسان پلنگین پوش، یعنی زمان کیومرث، شروع میشه و به دوره‌های تاریخی و وارد زندگی‌ها میشه. لنز یا زوم دوربین فردوسی داخل خانه ها میره، داخل زندگی اجتماعی مردم میره، فرهنگ اجتماعی رو بررسی میکنه، به فلسفه میپردازه و بسیار مشکله که در واقع این رو یکی از دلایل انتخاب موضوع این گستردگی شگفت انگیزه. از طرف دیگه ارتباطی که در طول این 1000 سال مخاطبان فردوسی که من و شما باشیم با این کتاب برقرار کردیم هم یک ارتباط بسیار گسترده است. ما در جنبه‌های مختلف زندگیمون به فردوسی وابسته هستیم و از فردوسی تأثیر پذیرفتیم. من دو تا مثال بزنم که مسائل جدی هستن، وگرنه تو مسائل ریز زندگیامون پر از تأثیر از شاهنامه هست و تو عروسی‌ها و تو خواستگاری‌ها و تو نمیدونم رفاقت‌ها و این ها. ولی دو سه تا مثال قوی میشه زد که تأثیر گذار بودن. یکی مثلا شما ببینید در شخصیت رند رو نگاه کنید در که در زمان حافظ یه مفهوم خیلی پیچیده ای شده. یعنی رند از طرفی یه موجود به اصطلاح بی سر و پا هست، مثلا شبیه آثار پیکارسک توی مثلا ادبیات فرانسه، که یک مثلا رزلی که میاد و قهرمان داستان میشه و این از روی زرنگی همه جا پیش میره و کارش رو جلو میبره، مخصوصا نسبت به بورژواها و طبقات مرفع اجتماع یک نیش گزنده طنزآمیزی داره. شما این شخصیت رند که ما هم امروز به کار میبریم، مثلا میگیم فلانی مرد رندیه، یعنی خیلی زرنگه و رزله و معلوم است به اصطلاح حقانیت کلامش خیلی روشن نیست. این مفهوم رو بگیرید، با مفهوم عیاری رندی باز دوباره اون رو بگیرید، یه آدم لوتیه، خیلی انسانه، خیلی مثلا فرض کنید به رابین هود صفتی که مثلا از سیرا میگیره میده به گشنه ها و خیلی آدم اخلاقیه و این رو باز دوباره شما تو مفهوم رند بگیرید. باز توی مفهوم عرفانی رند که در واقع یه آدمی است که انگار میخواد با از یه مسیر دیگری حقیقت رو ببینه، انگار نقطه مقابل مسته، یعنی مست میخواد به حقیقت برسه از ناهوشیاری ولی رند میخواد به حقیقت برسه از هوشیاری و اتفاقا این هوشیاریش هم خیلی هوشیاری کاسبکارانه هست بعضی موقع.
باز به یه مفهوم دیگری از رند نگاه کنید، یه موجودی که قدرت‌های فوق‌العاده داره ولی معلوم نیست، یعنی ظاهرش بی سر و پاست و ظاهرش مثلا لباس مندرس داره ولی عملا میتونه سلطنت ها رو جابجا بکنه، قدرت های لایزال و غیر قابل پیش بینی داره. به قول حافظ میگه بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. میتونه افسر شاهنشاهی رو از یکی بگیره بده یک دیگه. شما نکنید چنین مفهوم پیچیده ای از رند که وقتی که به حافظ رسیده دارای چنین پیچیدگی هایی است و برای ما شده یک مفهوم، یک کلمه ای که غیر قابل ترجمه است. ما تو ترجمهش به انگلیسی مشکل داریم، تو توضیحش به فرزندمون مشکل داریم، یعنی اگر بچه‌مون از ما بپرس خب رند یعنی چی، منی که به قول کاوه 20 سال الان دارم به طور جدی هر هفته وقتمو تو ادبیات میذارم، برام بسیار دشواره معنی کردن رند. اگر شما بیاید تو شاهنامه میبینیم که قشنگ رند اونجا داره کالبد شکافی میشه، یعنی شما از طرفی مثلا فرض بفرمان رستم رو بگیرید، رستم واقعا یه آدم بذلگوه، یه آدمی هست که به قول خود فردوسی سلیحش جز فسوس و مزیح نیست و میگه مرا مادرم نام مرگ تو کرد، زمانه مرا پد که ترگ تو کرد، وقتی اشکوس اسمش میپرسه پر از مزه انداختن و نمک انداختن و صحبت چرخوندن و حرف یه جوری دیگه زدن و که اتفاقا بر سر این کار اتفاقا پسرش هم میکشه، یعنی اینقدر این کتمان نام و اینها به اونجا میرسه که تو جنگ سهراب باعث تراژدی میشه. یعنی چنین خصوصیتی از رند، یعنی یک بزلگو یا حاضر جواب در رستم میبینی. شخصیت زال رو ببینی، این که ستانند و دهند در سر شاهنشاهی، هیچ کس نیست جز زال. شما نکنید زال در شاهنامه یه چهره ایه که تو کو بزرگ شده، سیمرغ اونو تربیت کرده، به جایی که از پستان مادرش شیر بخوره از گوشت شکار مزیده و تغذیه کرده، آداب پادشاهی بلد نبوده، آداب سواری بلد نبوده، آداب سخنوری بلد نبوده. در کوتاه‌ترین مدتی بعد از اینکه میاد و سام ترک میکنه زابلستان رو، میره به جنگ سکسار و مازندران، زال عملا میشه یک مثلا سردمدار پهلوانی و بزرگی و چیزی نمیگذاره که میبینیم با میره با دختر پادشاه دشمن ازدواج میکنه و منوچهر زورش نمیرسه به سر این که تو نباید این کار بکنی، تو نمیدونی، تو سیاست بلد نیستی، مگه میشه با دخترزاده ضحاک بری ازدواج کنی؟ خب ما چجوری بتونیم کشورمون اداره کنیم؟ بری میره میکنه کارو همه و بعد میبینیم که میستانه و میدهه افسر شاهنشاهی رو، یعنی کسی است که با وجود همه این سفید مویی و دیو بچگی به تعبیر دشمنانش، کسی است که میتونه شاه رو عوض بکنه. و وقتی که شاهی نداریم میان دنبال زال که جناب زال ما چه کار بکنیم، حالا شاه کی بشه، اون حالا تعیین میکنه که کی شاه باشه کی شاه نباشه. این رند دیگه، رند یعنی یه موجودی که به نظر نمیرسه کسی هست ولی همه کار میتونه بکنه. یا مثلا شما حالا از رند بگذارید، شما نگونه مفهوم شهید در فرهنگ ما رو نگاه بکنید، از شهید مظلوم کربلا ادبیات شیعی بگیرید تا شهید سیاسی جریانات مارکسیستی ایدئولوژیک بگیرید، یک مفهوم پیچیده ایه که ما بالاخره نمیفهمیم این شهید کیه. آیا این شهید تجلی مثلا طبیعتی که دوباره داره احیا میشه، بهاریه که داره به جای زمستان میاد، یا یک مظلومیتیه که داره به اصطلاح ظلم رو با مظلومیت خودش در واقع با مبارزه منفی خودش با نشان دادن من مظلومیت خودش ظلم رو در چشم ها میاره. شما اگر در شاهنامه تفحص بکنید میبینید که ما مفهوم شهید رو از تو شاهنامه گرفتیم. ناگهان شما نگاه کنید به سیاوش. سیاوش یک شهیدیه که سرش در تشت بریده شده و خونش در تشت ریخته شده و از خونش پر سیاوشان رویده.
و این رسیده به زمان انقلاب مشروطی که از خون جوانان و وطن لاله دمیده، این مفهوم یعنی به عنوان شهید ملی و همچنین به عنوان شهید مظلوم. تا اسفندیار رو ببینید به عنوان شهید ایدئولوژیک، یعنی اسفندیار یک شهید ایدئولوژیه، یعنی کسی است که میخواد آیین جدید زرتشت رو بر آیین خودمایی مهرپرستی سیستانیان، در واقع در دست سیستانیان هست و سیستانیان دارن اون رو نمایندگی میکنن، این رو برتری بده و به کرسی بنشونه و در این راه کشته میشه و رشادت هم میکنه. خودش هفت خان هم این رستم میره و در جالبه که وقتی ما به جنگ رستم اسفندیار نگاه میکنیم، درست این که داریم به دکتر تقی ارانی و رضا شاه نگاه میکنیم، یعنی هم از طرفی دکتر تقی ارانی رو دوست داریم، هم از طرفی رضا شاه رو دوست داریم، هم فکر میکنیم رضا شاه محل خدمات بزرگی بوده و حق داشته، اتفاقا مخالفانش مثلا به طور جدی در مقابلشون بیسته، هم تقی ارانی رو دوست داریم، خاطر آزادی خواه بوده، دموکراسی خواه بوده، برابری خواه بوده، به باورهای جدیدی از علم و نمیدونم دانش و معنویت و انسان دوستی و اومانیسم اعتقاد داشته. دقیقا همه حالت رو ما در جنگ رستم اسفندیار داریم، یعنی هم رستم رو دوست داریم هم اسفندیار رو دوست داریم و نمیفهمیم چه کار بکنیم و به خاطر همین هست که اتفاقا این شهادت برام مفهوم شهادت داره، یعنی کاملا این تناقض توی شهادت ایدئولوژیکی که امروز هم نسبت به مثلا فرض کنید چریکای فدایی داریم یا مثلا در زمان شاه یا مثلا حزب توده داریم، نمیفهمیم بالاخره اینا رو قبول بکنیم قبول نکنیم، اینا شهید بودن نبودن، اصلا شهیدی هست، اصلا شهید معنی میده معنی نمیده. درست همین رو از شاهنامه گرفتیم، یعنی به شکل دامنداری شاهنامه تو زندگی ما وجود داره، ما خودمون نمیدونیم. مثلا شما نگاه کنید، من یه مثال دیگه بزنم برات، ببینن رستم بچهش رو میخواد بکشه، یه تراژدی میخواد شکل بگیره، رستم و سهراب، بچه رو هنوز ندیده، بچهش اسم بچهش رو نمیدونه، یعنی سهراب به ایران حمله کرده، در مرز ایران و توران یه دژی هست به نام دژ سفید، در دژ سفید این سپاه کنارنگیان یا اون نگهبانان مرزها، اون پاسداران مرزها شکست خوردن، گجیر اسیر شده، گردآفرید شکست خورده، گژدهم فرار کرده و دژ افتاده به دست سهراب و کیکاووس فرستاده دنبال رستم. رستم گیو رفته سیستان، به رستم میگه آقا بیا، یه نفر از توران حمله کرده، میگن که خصوصیات سام رو داره. شما فکر میکنید رستم یاد کی میفته؟ یاد پسری میفته که در توران زمین داره و میگه من نامه نوشتم به مادرش و مادرش برای من جواب داده و بعد میگه که شنیدم می میخوره، پهلوان دلیر بزرگه. اولین چیزی که میگه، میگه می میخوره، نمیگه شنیدم که اسمش سهرابه، نمیگه شنیدم سوار اسب میشه، نمیگه شنیدم گرز صدمنی بلند میکنه، میگه می میخوره. شما نکنه این مفهوم می، این بعدن شما تو ادبیات فارسی میدونید که شراب چه نقشی داره، یعنی این نقشی که شراب ما میبینیم دیگه، نقشی که شراب توی زایش افکار ما، استعاره های ما، باورهای اجتماعی ما بازی میکنه، اون نقش آفرینی که شراب توی ادبیات ما داره، اگر شاهنامه نبود هرگز شراب قابلیت اینو نداشت که چنین مفهوم بزرگ و سترگی از خودش داشته باشه که تناقضهای ما رو بیان بکنه، احساسات ما رو بیان بکنه، بزرگی سیاسی یا مثلا عظمت حکومت سیاسی ما رو مطرح بکنه. می خوردن رستم با بهمن، می خوردن بهرام با اون پهلوانی که آمد پهلوش و بهرام تحریم می کرد بعد از او، یعنی به دلایلی که حال توضیحش وقت میگیره، اولین کسی بود بهرام در تاریخ ما که می را حرام کرد و
و مسئله حرام کردن می و مسئله حلال کردن می و ارتباط می خوردن با بزرگی، ارتباط می خوردن با تعلق داشتن به خاندانهای اریستوکراسی، اینها رو شاهنامه برساخته. و من معتقد نیستم که فردوسی اینها رو از ذهنش ساخته، نه، اینها رو به ما نشون داده، اینها رو برای ما به نمایش گذاشته و تأثیر کلامش به حدی بوده که بعدها ما تحت تجربه فردوسی، فقط و فقط تحت تجربه فردوسی تونستیم اونها رو تکرار بکنیم، نه اینکه اینها قبلا نبودن. اینها معارف نوساختی نیستن که فردوسی اونها رو برساخته باشه، ولی تجربه ما ذیل تجربه اوست از این به بعد. این مطلب دوم دلیل باز دومی هست که نمیشه موضوعی رو در شاهنامه انتخاب کرد، به خاطری که این مثل این میمونه که شما به یک کسی بگید که یک چیز خوبی انتخاب کن، راجع به پدرت بیا بگو یا راجع به مادرت بیا بگو. خب من کجای مادرم رو، کدوم صفت مادر، کدوم خصوصیت مادرم رو بگم؟ مهربونیش رو بگم، درایتش رو بگم، عرض به خدمت شما اون خرم و صدقه شو بگم، نمیدونم مهر ما کجا از کجا حرف بزنم؟ من که از او شیر خوردم، از او تجربه اندوختم، از او بزرگی یاد گرفتم، از او حرف زدن، یک حرف و دو حرف بر دهانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، گفتن رو به من آموخته، من چجوری از او حرف بزنم، از کجا حرف بزنم؟ این مسئله دومه، به اصطلاح مشکل دومه قضیه هست که مخاطبان فردوسی در واقع به شکل رنگارنگی با او در ارتباطن و کار انتخاب موضوع مشکل. به همین دلیل من در پیشنهادم به فخری عزیز گفتم که من راجع به میراث فردوسی حرف میزنم و اگر فرصتی بشه در رابطه با این میراث فردوسی میرم به داستان هفت خان. در رابطه با میراث فردوسی که خب به همین قضیه که الان گفتم مربوطه، من میتونم بگم که فردوسی سه تا میراث گرانقدر برای ما به جا گذاشته. یکی این که تاریخ ما رو ثبت کرد و ثبت تاریخی که فردوسی کرده شگفت انگیزه. چرا؟ به خاطر که شما ناکنین ما دو تا دوره یا مرحله مهم تاریخی داریم در جهان. یکی اونی هست که بهش میگیم ما قبل تاریخ و یکی اون هست که بهش میگیم دوره تاریخی. ما قبل تاریخ ممکنه یه موقعی از ما قبل تاریخ کنده بشه، به تاریخ وصل بشه. ما قبل تاریخ یه چیز ثابتی نیست، ولی همیشه ما یه ما قبل تاریخی داریم. یعنی چی ما قبل تاریخ؟ یعنی زمانی که ما روش‌های متعارف ثبت و نگهداری و صیانت از تاریخ رو نداشتیم. ما کتیبه‌ای نداریم از اون موقع، ما سکه‌ای از اون موقع نداریم، بنایی از اون موقع نداریم. به طور اتفاقی یک چیزهایی پیدا میشه که ما حدس میزنیم که این چنین است و چنان است، و تازه اون چیزهایی که پیدا میشه هیچ کدومشون نوشته نیستن، هیچ کدومشون مکتوب نیستن. به محضی که مکتوب بشن ما دیگه اون دوره دوره ماقبل تاریخ نمیدونیم، ما دیگه اون دوره تاریخی میدونیم و سعی میکنیم اون تاریخ رو بشناسیم. پس اگر ما دوره ماقبل تاریخ رو در نظر بگیریم و دوره تاریخی رو در نظر بگیریم، یه پارادایم شیفت اینجا اتفاق افتاده و یه ترانزیشن مهم که یک جامعه ای از دوران ماقبل تاریخ با یک فعل انفعالاتی به دوره تاریخی رسیدن. فردوسی در این ترانزیشن داره صحبت میکنه. یه بخش مهمی از آن چه که برای ما به میراث گذاشته همین ترانزیشنه و این بسیار مهمه. ببینید شما اگر این اتفاق ببینید مثل این نمونه ما الان میگیم تنگه هرمز مهمه. چرا تنگه هرمز مهمه؟ به خاطر این ور دریا گشاده، اون ور هم دریا گشاده. این تیکه مهمه، اگر این تیکه از دست بره تمام اون فراخی خلیج فارس انگار که هیچی نیست، چون بسته میشه. این ترانزیشن مهمه به دلیل که ما میخوام بدونیم که چه اتفاقی افتاده که این حوادث چرخیده و به دوره تاریخی اومده. اتفاقا فردوسی خودش به امر واقفه و همین
دو بیتی که خوندم براتون دلالت بر همین میکنه. ببینم فردوسی میگه تو این را تو دیباچه میگه. میگه دیباچه شاهنامه، من عزیزان خواهش میکنم دیباچه شاهنامه رو با جدیت برم بخونم. میگه که تو این را دروغ و فسانه مدان. پس یک کسانی شاهنامه رو دروغ و فسانه میدونن. چرا؟ به خاطر از خودشون میپرسن میشه از سر شونه یکی مار در بیاد؟ هم چیزی به عقل جور در میاد؟ مگر میشه که یه سیمرغی باشه توی کوی باشه بعد بیاد یه بچه رو بردار بره تو خونه خود، بعد این بچه حرف زدن یاد بگیره، بعد این بچه پهلوانی کردن یاد بگیره، بعد اینو بزرگش کنه، بعد سام بره با این حرف بزنه، بعد سیمرغ با سام حرف بزنه، اصلا چیزی میشه؟ اصلا میشه که رستم بره دیو بکشه؟ اصلا دیو داریم؟ بعد میشه کلاخود جمجمه دیو وردار بکنه کلاخود خودش؟ یه همچیزی امکان داره؟ بنابراین این عرض به خدمتتون که میگه داشتم این شعر میخوندم، میگه تو این را دروغ و فسانه مدار، به یکسان روش زمانه مدار. میگه در تاریخ همیشه روایت های تاریخی رو با یک ادبیات انجام نمیدادن. یک زمانی دوره اسطوره هاست، روش زمانه یکسان نیست. ما اگر امروز آنچه را که میگوییم و مینویسیم خردمندانه میدونیم، یک زمانی او خردمندی این بوده که در جهان رازگونه با انسان ها صحبت کنن، به شیوه رازگونه انسان بتونه قصه پردازی بکنه و در حافظه ها تاریخ خودش رو ثبت بکنه، به نسل های بعدی بتونه تاریخ خودش رو منتقل کنه. اگر در پرده افسانه نمی کرده این اتفاق ثبت نمی شده. صیانت از تاریخ روشنش فرق می کرده به تعبیر فردوسی. بعد میگه ناکنه، میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. و درست به این ترانزیشن توجه داره و میدونه که داره چه کار میکنه. یعنی وقتی که داره از کیومرث سخن میگه، از سیامک سخن میگه، از هوشنگ سخن میگه، از جمشید سخن میگه و بعد به ضحاک میرسه و بعد به فریدونی که مادرش یه گاوه، گاوه برمایه، این میدونه که داره چه کار میکنه و چجوری حوادث ما قبل تاریخی رو داره به تاریخ وصل میکنه. این بخش اول میراث فردوسی است. و این شما نگاه کنید در این به اصطلاح قسمت، فردوسی نه تنها تاریخ رو برای ما نقل میکنه، بلکه تاریخ رو به صورت موازی برای ما نقل میکنه. یعنی هم روایت های مدرسی، یعنی روایت های ساسانی رو برای ما میگه، بازگو میکنه، و هم از روایت های گوسانی استفاده میکنه، یعنی روایت های اشکانی و روایت های شفاهی که در دوری اشکانی توسط نقالانی که در ختن سوران ها و عروسی ها و سور ها و عزاها قصه ها رو میگفتن، از هر دو روایت استفاده میکنه. و جالب اینجاست که خیلی جاهام ارجاع میده که من این رو دارم از قول فلان کس میگم و معلومه که دیگه داره در از اوستا و از متون پهلوی داره استفاده نمیکنه. و سومین مطلب در مورد این میراث این هست که فردوسی اونها رو به صورت یک قصه مبسوط برای ما بیان میکنه. ببینه، من نمیخوام بی احترامی بکنم به تاریخ جهانگوشای جوینی، چون این خیلی کتاب رو دوست دارم، یا به تاریخ بیهقی، چون اون رو به مراتب بیشتر از تاریخ جهانگوشای دوست دارم. ولی شما وقتی که وارد تاریخ بیهقی میشین، بسیارم فوق‌العاده است این کتاب از نظر روزنامه نگاری، حوادث روز رو گفتن، جزئیات روابط سلطان مسعود رو با وزراش، سلطان محمد رو، اون مخصوصا ترانزیشن از محمود به مسعود رو، اینها خیلی خیلی عالی است، خیلی فوق العاده. ولی این به صورت یه رشته مبسوط قصه از اول تا آخر نیست. مثل هر کتاب تاریخ دیگری شما دارین حوادث تاریخی رو میگه. راحت و صدور راوندی شما نگاه کنید، اولش داره راجع به سلاجقه میگه، بعدش وارد پادشاهان اتابکان عصر خودش میشه، آنه این حوادث دارن چپ و راست میان و میرن. ولی شاهنامه چنین نیست. شاهنامه مثل یه رمان بزرگه، مثل یه رمان غول‌آساست که وقتی شما شروع میکنید
هی شور در دلتونه که اینو تمام کنید و هر قسمت بعدی رو میخونید میبینید که نگاه فردوسی در ساختن این شخصیت ها انگار تغییر نکرده. مرحوم استاد امین ریاهی یه بار میگفتن که شاهنامه رو انگار فردوسی یه شب نشسته دیزاین کرد. این رنج 35 ساله نیست، این رنج یک شب است انگار. یعنی فردوسی نشسته از اول تا آخر این دیزاین کرد بعد شروع کرده به گفتن. یعنی اینجوری به نظر میرسه. این پس بنابراین اولین میراث فردوسی است. اما دومین میراثش مسئله به دست دادن متد تفکر است. که شما نگاه کنید، ما وقتی که داستان میگیم، داستان به قول انگلیسی ها پلات داره، به قول خودمون پیرنگ داره. پیرنگ یعنی چی؟ یعنی که توالی علت معلولی که در داستان هست. اگر من بگم بچهش مرد، مادرم طفلکی دق کرد و از این رنج مرد، دارم تو فضای پیرنگ حرکت میکنم. انگار روابط باید یه ارتباطی، اتفاقات باید یه ارتباطی با هم دیگه داشته باشن. باید مرگ مادره حتما تحت تأثیر دق کردن از مرگ فرزند باشه. اتفاقا باورپذیر هم هست. آدم هم نمیگن که نه خب همچی چیزی نیست، خب بالاخره هر کسی میمیره، خب مادرم مرده. نه، ببینه پیرنگ داستان یعنی اون روابط علت معلولی که داستان رو دارن میسازن. شما اگر روابط علت معلولی به اصطلاح داستانهای فردوسی رو دنبال بکنید، تحلیل فردوسی رو از تاریخ میتونید بفهمید. فردوسی در واقع ایدئولوژی یا یه مکتب فکری یا یه جهانبینی، ایدئولوژی نه ببخشید بد گفتم، یه جهانبینی داره که اون جهانبینیش پیرنگ داستانهاش رو میسازه و وقتی ما اون داستانها رو میخونیم و میریم جلو، یواش یواش پیرنگ داستان فردوسی و نحوه تفکر فردوسی میشه نحوه تفکر ما و ما شروع کنیم مثل او فکر کردن و میتونیم حدس بزنیم که الان شاه تو نامش چی میگه، میتونیم حدس بزنیم جواب نامه چی خواهد بود، میتونیم حدس بزنیم که جنگ چجوری صورت خواهد گرفت و کی اولین ضربه رو خواهد زد. یعنی ما با پیرنگ داستان اخت میشیم. این بسیار امر مهمی است و میراث بزرگی است از که فردوسی برای ما به جای گذاشته، به یک نوع متد نگاه کردن به تاریخ رو ما هدیه کرده. یکی از کارهای دیگه‌ای که فردوسی میکنه توی نشون دادن متد به اصطلاح تفکر، توی تعبیه دیباچه است. فردوسی استاد ساختن دیباچه است، خیلی دیباچه خوب میسازه و وقتی که میخواد یه قصه رو شروع بکنه یه دیباچه‌ای میره فکر میکنه، البته نه از اول، ببخشید قصه تموم میشه و بعد اون میاد یه دیباچه‌ای فکر میکنه که بذاره اول داستان. مثلا ما الان صحبت از رستم سهراب کردیم. رستم سهراب چه اتفاقی داره میفته؟ یه پسری طوفانی پرشور تینیجر، این بچه 14 سالشه سهراب وقتی که حمله کرده، تینیجر پر از شر و شور حرکت کرده بیاد حکومت رو از پادشاه ایران بگیره، بعد برگرده بره حکومت رو از پادشاه توران هم بگیره و خودش و پدرش رو بکنه پادشاه. شما یاد بچه های تینیجر خودتون نمیفته؟ اگه کسی تینیجر تو خونه داشته باشه میفهمم از چی میگم، که تینیجر اصلا کارشون همینه، اصلا خواستشون همینه، تمناشون همینه که دنیا رو بریزن به هم. حالا فردوسی داستان رو گفته، خیلی هم تراژیک داستان، خوندنش هم اشک رو در چشم آدم بارها حلقه میکنه و فرو میچکانه. در دیباچه ببینه چی میگه. میگه که اگر تندبادی برآید ز کنج، به خاک اوفتد نارسیده ترنج، ستمکاره خانیمش ار دادگر، هنرمند دانیمش ار بی هنر. اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ ببین این نحوه تفکر به زندگی نیست؟ نحوه تفکر به طغیان نیست؟ شما خودتون مگر چنین نمی اندیشید در زندگیاتون که اگر تند بادی برایت ز کنج، به خاک افتد نارسیده ترنج، اگر یه بادی آمد
یک میوه نرسیده‌ای رو که شما امیدوار بودین این روی درخت برسه، منتظر بودین که این شیرین بشه، بچینینش، بیارین تو خانه، ببرینش، همه اعضا خانواده دعوت کنین، بیان از این بر، از این محصول استفاده بکنن، هنوز به اون مرحله نرسیده، تندباد اومده، این درخت رو فلج کرده، این میوه رو افتاده رو زمین. شما این رو اسمش چی میذارین؟ ستمکار خانیمش، اردادگر. شما به این باد میگن ستمکار، چه ستمی کرده؟ باد همینه دیگه. دادگر بهش میگین؟ شما بگیم باد میگین باد عادل؟ بگی چه پرسش ولیدیه به قول انگلیسی ها، به قول کانادایی های مقیم اونتاریو که هنرمند دانیمش، عربی هنر، اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ مگه همه نمیگن مرگ داده، مرگ داده، مرگ، خب پس بیداد چیه؟ اگر مرگ داده که خب شما تکلیف ما بینه. این نحوه تفکر خودش رو در چیدن دیباچه به ما تقدیم میکنه. فردوسی به ما یاد میده که فکر کنیم. به ما به خاطر همینی که بهش میگیم حکیم، یکی از دلایل این که ما به فردوسی میگیم حکیم هم این است. زرین داره از دور به من پیام میده که 5 دقیقه بیشتر وقت نداری. من حالا هنوز اصلا داستان هفت خان رو شروع نکردم، اما میرم سراغ قسمت دوم بحثم، که قسم سوم بحثم که چه میراث فردوسی گفته بودم 3 تاست، 2 تاشون گفتم، و سومینش تبیین و تدارک دستورالعمل های زندگی است. ببینم فردوسی برای ما نحوه سوگواری، نحوه جشن گرفتن، آداب غذا خوردن، در مورد شراب نوشیدن که در مقدمه صحبتم یه به تفصیل گفتم دیگه تکرار نمی کنم، مخصوصا روی شراب نوشیدن خیلی تاکید دارم، عاشقی کردن، خواستگاری کردن، تربیت فرزند، احترام به دیگران، مهمانداری، مخصوصا تو داستان جمشید، داستان بهرام خیلی این مهمانداری رو اونجا خوب میتونیم ببینیم، مواجهه با طبقات مختلف اجتماعی، نام نگاری و در واقع یک مجموعه بسیار بزرگی از آداب و سنن اجتماعی رو و دستورالعمل هایی که ما به خوبی همه ماها میتونیم اونها رو دنبال بکنیم و هیچ ننگ و آری نداریم، هیچ احساسی نمی کنیم که یه چیزی بر ما تحمیل شده، به راحتی میتونیم اونها رو دنبال بکنیم، احساس و غرور میکنیم که این کار رو داریم بر اساس شاهنامه میکنیم، بر اساس اون میکنیم، ولی که ندانیم و به طور ناخودآگاه. خب این مجموعه در واقع به نظر من میراث عظیم، این 3 تا چیزی که گفتم میراث عظیم فردوسی است که برای ما باقی مونده. من واقعا از اینجا بعد از حالا این بحث میراث فردوسی میخواستم وارد ماجرای هفت خان بشم که فکر میکنم که اصلا دیگه نشه و وارد ماجرای هفت خان بشیم و به نظرم بگذاریم اگر لازم شد در پرسش پاسخ به اون قسمت بپردازیم، چون من فکر نمی‌کنم تو این 3 دقیقه‌ای که باقی مونده از وقت سخنرانی اول من بتونم داستان هفت خان رو توضیح بدم. این رو بگذاریم پس بنابراین صحبت امشب رو روی میراث فردوسی و چنون که عرض کردم این میراث تقسیم بندیش رو که بر این اساس که گفتم، منتها من میتونم در رابطه با به اصطلاح مسئله هفت خان فقط این رو بگم که حدود 350 بیت از شاهنامه وقف یک داستانی شده که معروف هست به داستان هفت خان رستم، که این داستان هم داستان بسیار مهمی هست و تاثیرگذار هست و تو حافظه تاریخی ما ایرانیان به عنوان مهمترین هفت خانی که شناختیم نقش بسته، وگرنه در شاهنامه هفت خان اسفندیار رو هم داریم، ولی هفت خان رستم تاثیرگذارتر بوده. یکی از دلایلش این هست که رستم در این ماجرا تنهاست و ما میدونیم که ایرانی هام هم بعد هام هم بیشتر دنبال کارهای فردی هستیم تا کارهای گروهی، و اصولا صیانت از خود رو وجهه همت خودمون میدونیم تا صیانت از گروه،
و فکر میکنیم که گروه ناپایدار هست و نمیتونیم این پایداری رو برای گروه تضمین بکنیم، پس بهتره که خودمون رو دریابیم. یک مثالی میزنم در رابطه مسئله شمعه تو ادبیات ما. شما نگاه کنید، ایرانیان فکر میکردن از دیرباز که آتش بزرگی داشتن و این آتش بزرگ توسط حمله هایی که انجام میشده خاموش میشده، از جمله حمله مسلمانان به ایران که باعث شد آتشخانه ها رو به زوال برن و اون سه تا آتشخانه معروف یا اون هفت آتشخانه معروف یا سه تا آتشخانه معروف، یعنی آذرگوشسب و آذرمهربرزین و آذرخراد، اینها خاموش بشن و نه اسمشو بد گفتم حالا آذر سوم رو اسمشو بد گفتم اینها خاموش بشن. اما ایرانیان فکر میکردن که هر کدومشون، هر تک تک ایرانیان باید یک آتش کوچولویی در خودشون روشن نگه دارن و به خاطر همین هر کسی خودش رو مثل یه شمعی میدید که باید روشن میموند تا اون آتش بزرگ رو دوباره یک بار دیگه روشن بکنه. به خاطر همین شما ببینید مثلا در دیوان حافظ انسانی ترین خصوصیات رو شمع داره. شمع مثلا عاشق میشه، شمع معشوق میشه که پروانه میاد دورش میگرده، شمع محبوبش رو از دست میده که اون عسل باشه، جدا شد یار و شیرینت کنون تنها نشینه شمع که حکم آسمان این است اگر سازی و اگر سوزی. شمع میخنده، شمع میگریه، شمع پیراهنی داره، شمع اشکی داره و ده ها و شاید 20-30 تا خصوصیت انسانی میشود شما میتونید به شمع نسبت بدید. انگار همه ماها در واقع شمعی هستیم و این رو ما خیلی تو داستان هفت خان میتونیم ببینیم. یعنی تو داستان هفت خان مسئله تعالی فردی هست که صیانت از فرد هست برای رسیدن به یه هدف بزرگ، که رستم در واقع در این داستان اون فرد هست که باید خودش حفظ بکنه تا برسه به کیکاووس و او رو از کوری و اسارت نجات بده و دوباره ایران رو به اون سرزمین رویایی اسب قباد که در واقع اوتوپیایی بوده خیلی به مدت 100 سال برگردونه. و این در واقع شمع بزرگ شاهنامه در این داستان هفت خان میسوزه و من خیلی خوشحال میشدم اگر میشد در یه فرصتی این خانها رو توضیح بدم، مخصوصا خان چهارم که میدونم براتون خیلی جذاب خواهد بود، ولی الان که فرصتی نیست اگر در پرسش پاسخ ها لازم باشه مطالبی رو عرض میکنم. خیلی متشکرم. دوستان اگر هر کدوم سوالی اگر داشته باشین میتونین خودتون میکروفون ها رو آن میوت کنین، یا اگر از قسمت پارتیسیپن توی پایین صفحه اگر گزینه ریس هند رو بزنین من میتونم میکروفونتون رو باز کنم که سوال رو مطرح کنین. میخواین استاد اگر تا دوستان بخوان سوال مطرح کنن، اگر شما مطلبی هست میخواین ادامه بدین؟ بله، من این برام تازگی نداره که مطالبی رو که میگم عزیزان سوالی نداشته باشن، این میذارم به حساب این که خیلی خوب گفتم همه سوالا رو جواب دادم، در نتیجه برای کسی سوالی باقی نمون. منتها بعدش که صحبت ها تموم میشه میرم تو رخت خواب میخوابم به حرفان فکر میکنم میبینم نه اتفاقا اینقدر کج و راست گفتم و عجیب غریب گفتم که اصلا کسی نفهمید من چی گفتم که حالا بخواد سوال بکنه. حالا امیدوارم هیچ کدوم این دوتا نباشه، یعنی یه چیزی اون وسط باشه، من تا حدی تونسته باشم مطلبم رو گفته باشم. تأثیر امیر فردوسی رو بر در واقع عناصر فرهنگی تاریخی خودمون از طرفی تونستم گفته باشم و از طرف دیگه
ورود کرده باشم به داستان هفت خان از این منظر که شما رو آشنا کنم به این که شما نگاه کنید مثلا آیا هفت مرحله تشریف تو آیین مهر یا سلوک یا هفت شهر عشق تو سلوک عرفانی رو شما میتونید واقعا اغماز کنید، چشم‌پوشی کنید به شباهت شما رو هفت خان؟ یعنی به نظر من اصلا لازم هم نیست شما اویدنس های آنچنانی داشته باشید. چطوری که در سلوک عرفانی ما داستان هفت شهر عشق و هفت وادی که در منطقه تر عطار هست مطرح هست، طلب هست و حیرت هست و فنا هست و این چیزها هست و عشق هست و اینها، و شما میبینید که اینها مراحلیه که یک نفر داره سلوک درونی میکنه و قراری که از یه نقطه A برسه به یه نقطه B، منتها این نقطه A و Bش حرکت در مکان نیست، در واقع یک نوع استحاله است، یه سرکه‌ایه که داره تبدیل به شراب میشه، یه حرکت درونیه که مثلا یه فرایند، شاید بتونیم بگیم یه شبیه یه فرایند شیمیاییه، یعنی یه انسان در درون خودش داره عوض میشه. و اگر نگیم که حرکت کیفیه، مثل اینکه درختی که داره رشد میکنه، چون که خودمای ما میگفتن حرکت کیفی است و کمی است و استحاله است و حرکت در مکان است و بعد هم حرکت جوهری ملا صدرا به اینها اضافه شد. اما شما این حرکت رو در سلوک ببینید، چطور میشه چشم پوشید بر این هفت مرحله و مسئله هفت خان رستم که توی خان اول رستم میره یه گورخری میخوره، خب خوابش میگیره، بعد خواب که میره یه شیری میاد، خب رستم خوابه و خب این غفلت از دیگه چی میخواد بگه گوینده با ما؟ مگه من و شما، خود ماها این تجربه غفلت ها رو نداشتیم؟ مگه یادتون بیاد وقتی جوان بودید سوار موتور میشدید گازشو میگرفتید، بعد اینکه میرفتید خونه میگفتید اوه من از کنار فلان در رد شدم، شانس آوردم ها، اگه اون ترمزم اونجا نگرفته بودم الان من معلوم نیست چه بودم. مگه چندین هزار تجربه، هزار نه چندین صد تجربه این چنینی نداشتید در زندگیتون؟ خب این غفلت دیگه، غفلت اینی که داری به یه مأموریت مهم میری، شاه منتظر توی جناب رستم، کور شده، ایرانیان اسیرن، تو یه گور خری بخوری کامل جوری که نفس نتونی بکشی، بعد بگیری بخوابی، بعد شیر بیاد رو بخوره، خب این همون قدم اول. و بعد رخش بیچاره بیدار هست و میاد از این رستم دفاع میکنه، بعد رستم از خواب بیدار میشه، یقه رخش میگیره که فلان فلان شده، تو چه اسبی هستی؟ اگه مرده بودی، اگه شیر تو رو خورده بود، من چجوری میخواستم به مقصد برسم؟ اصلا بیخود کردی، با شیر جنگیدی. حالا ارتباط رستم و رخش هم در این داستان بسیار بسیار جالبه، من یاد کارتون پوکوهانتس میندازه که با یه مرغ مگسخاری هست، این پوکوهانتس با این یه ارتباط عمیق انسانی داره و اصلا توی انیمیشن شما دیدین انسان و حیوان چه ارتباط تنگاتنگ و عمیق و لذت بخشی دارن، دقیقا این ارتباط رو در ماجرای هفت خان بین رستم و اسبش میبینیم. تو خانه سوم، بله تو خانه سوم، نه تو خانه پنجم ببخشید، تو خانه پنجم وقتی اژدها میاد، رستم رخش هی میاد رستم رو بیدار میکنه و رستم بلند میشه اژدهای خودش رو قایم میکنه، بعد رستم به اسبش میگه که چرا نمیذاری بخوابم؟ بذار بخوابم. باز دوباره اژدهای سرش میکنه بالا، رخش ناراحت بود و دوباره میاد رستم بیدار میکنه، بعد دوباره بلند میشه اژدهای پنهان میشه، بعد میگه که مریضی مگر؟ بذار من کارم بکنم، من بذار بخوابم. و چندین بار این تکرار میشه و به شدت هم این تاثیرگذار تو خواننده که حالا بالاخره این خواب میفته، این اژدها میاد این میخوره، یا دلش آدم برای رخش میسوزه که این اینو بیدار. یه ارتباط عمیق انسانی بین انسان و حیوان داریم اونجا میبینیم. توی خانه اول این به صورت کشتن شیر است. و اجازه بدین یه تیکایی از خانه چهارم رو براتون بخونم که گفتم که مطمئنم خوشتون میاد از این خانه چهارم. خب ببینن، رستم سه تا خان رو پشت سر گذاشته. خان اولش ماجرای
شیر بوده، بعد تو خان دوم یک بیابان تشنگی وحشتناکی رو پشت سر گذاشته و تو خان سوم دارم نگاه کنم یادم رفته، تو خان سوم کشتن اژدها، درست گفته بودم اول، خان سوم کشتن اژدها است، خان چهارم که رهایی از زن جادو هست که الان میخوام بخونم براتون، جنگ با اولاد و اسیر کردن اون، خان پنجمه، خان ششم چیرگی بر ارزنگ دیو هست و خان هفتم هم که قطع دست و پای دیو سپید هست و بیرون بردن جگر دیو سپید هست برای که بره بچکونه تو چشمای کیکاووس و اونها رو بینا کنه. و حالا خان چهارم رو دقت بکنه، چقدر این فضا، ببینید فضای آشنا و دراماتیکیه. همین راند پویان به راه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز، درخت و گیا دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. همینجوری که هر جوانی آرزو میکنه یک بیشه سبز و یه جای با صفا رو. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، چشم تزروان به معنی تزرو یعنی قرقاول و دور چشم قرقاول قرمزه و فردوسی بیشتر به صورت چشم خروس به کار میبره چون اون هم یه نوع خروس باقیه در واقع قرقاول. و همینجور نامی یه گلی هم هست چشم تزر. چو چشم تزروان یکی چشم دید، یکی جام زرین به دودر نبید. فکر بکنید رستم تشنگی کشیده، از اژدها نجات پیدا کرده، مسیرهای نادانسته و ناشناخته رو طی کرده، حالا یه بار رسیده یه جای غذای خیلی با سلیقه چیده شده ای رو داره کنار آب میبینه. یکی مرغ بریان، مرغ بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردندرش. ریچار یعنی ترشی و اون ساید دیش، در واقع خیلی ساید دیش خوشگل و با سلیقه هم داشت. این که ما دیدیم میگیم مثلا فلانی ریچار میگه یا لیچار میگه، حالا جورای مختلف طرق، از همین ریچار میاد، چون ریچار یعنی مزه های شور و شیرین که در هم قاطی میشه و باعث اپتایزینگ میشه، باعث اشتها میشه، این میگفتن ریچار. حالا یه آدمی که حرفای زد و نقیز میزنه میگن فلانی لیچار میگه، یعنی یه شور و شیرین رو قاطی میکنه. به هر حال میگه که یکی مرغ بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردندرش. خور جادوان بود که رستم رسید، از آواز او زود شد ناپدید. قطعا این خوراک یه جادوگری بود، خوراک پری بود، چون میدونه پری همیشه کنار چشمه است. شبی کنار چشمه پیدا، تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، شبی کنار چشمه پیدا شو میانه اشک من او پیدا. پری همیشه کنار چشمه است. میگه که خور جادوان بود که رستم رسید، از آواز او زود شد ناپدید. کاوه میدون که من همیشه سرخم گم میکنم، در نتیجه تعجب نمیکنه. فرود آمد از بارزین برگرفت اونجاست. من سرخم باید پیدا کنم، از رو چی بکنم؟ اگه بخوایم من الان صفحه رو شیر کردم میتونی روی صفحه بخونه. آقا من میباید از رو صفحه خودم بخونم. آه پیداش کرد. میگه فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به مرغ و به نان اندر آمد شگفت. تعجب کرد، نشست از بر چشمه فرخنده پی، یکی جام زر یافت پر کرده می. تازه شرابم بود، ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود، تهمتن مران را به بر برگرفت. چیو؟ تنبور رو. رستم بلد بود ساز بزنه. تهمتن مران را به بر برگرفت، بزد رود و آنگه ره اندر گرفت. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. بس ره ببینه،
ره یعنی در واقع دستگاه، یعنی گوشه، راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رتل گران توان زد. این ره به اون معنی است. تهمتن مران را به بر بر گرفت، بزد رود و آنگه ره اندر گرفت، که آواره و بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. ببینید این اولین غزل مثنوی تاریخ ماست، تاریخ ادبیات ماست، غزل مثنوی که حقیقتاً غزل مثنوی است، نه فقط به لحاظ شکل غزل مثنوی باشه. اونچه را که ما امروز در ادبیاتمون به غزل مثنوی میشناسیم، مثل اون چیزیست که از مولوی خوندیم هممون که میگه بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. این در واقع مثنوی هست که مولوی به صورت غزل اون رو ارائه میکنه، یعنی ردیفی به تش اضافه میکنه و ما میپنداریم که غزل است، چون محتوای در واقع شعرم غزل هست، ما اون رو قشنگ به صورت غزل میخونیم. منتها الان اینجا ببینه رستم واقعا داره غزل میخونه، یعنی رستم آمده و تنبور رو برگرفته و این بدبختی هایی که کشیده، از اژدهایی که نجات پیدا کرد و اصلا خودش هم نمیخواست، یعنی تردید داشت به راه هفت خان بیاد و داره فکر میکنه که چرا من باید همش بلاکش باشم، و داره این رو به صورت آواز میخونه. میگه که آواره و بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است، همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی، همه رزم با شیر و با اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها، می و جام و بویاگل و میگسار، نکرده است بخشش ورا کردگار، همیشه به جنگ نهنگ اندر است، وگر با پلنگان به جنگ اندر است، به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخم رود. و این شعری که داشت رستم میخوند، این غزلی که داشت با آواز میخوند، رسید به گوش اون زن جادوگر و او خودش رو به صورت یک زن زیبای جوانی در آورد، در صورتی که برازنده اون زیبایی نبود، و اومد نشست با رستم و رستم شانس آورد که تونست اون رو بفهمه که این در واقع عفریتی است در زیر این لباس مبدل و چهره مبدل یک جوان خوشروی دوست داشتنی، در حالی که این فلواقع یک عفریت جادوگر بود. و شانس آورد به خاطر که تو لحظه‌ای که می‌خواستن با هم می بخورن، رستم طبق عادت میخوارگی خودش گفت بخوریم به سلامتی مثلا مهر، و اون نام مهر رو وقتی برد جادوی اون باطل شد و رستم متوجه شد که این جادوگر هست و شانس آورد و اینجا در واقع خطر از بیخ گوشش رد شد و این خانی بود که پشت سر گذاشت و داشت اسیر تمنیات خودش میشد، مثل هر مبارزی که فکر کنید که دلش میخواد خونه داشته باشه، دلش میخواد زندگی داشته باشه، دلش میخواد که یه لحظه هم به خودش برسه، غذایی داشته باشه، آخرین وسوسه های مسیح رو به خاطر بیاد. نگر فیلمش رو دیدیم که مسیح بالای داره و داره فکر بالای صلیبه، ببخشید، داره فکر میکنه که اونم پر از رویا هست، اونم دلش میخواست با مریم مجدلیه ازدواج کنه، چرا نه، چرا میگم من گناهی کردم که باید بر صلیب بشم. این تمنا وجود رستم رو گرفته و یک دفعه متوجه میشه که این تمنا میتونه اون رو تباه کنه و بیدار میشه و این تمناش رو ترک میکنه. این خان چهارمش بسیار خان مهمیه و اسفندیار هم دقیقا همین خان رو گذرانده. به نظرم یه پرسشی از چون زرین داره علامت میده به من کسی که یکی از دوستان، البته وقت ما الان تقریبا تموم هست، ولی آقای سلموسیان هم سوالی داشتن، اگر که بتونیم تو این فرصت جواب بدیم. خواهش میکنم، بفرمایید. هادی جان، سلام. اولا خدمت آقای راد و خیلی تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه مطالبشون رو همیشه از زاویه نو و جدیدی هست به موضوعی که خب بارها شنیدیم راجبش، و اینکه حرف جدیدی راجبش زده بشه معمولا کار بسیار سختی است. خیلی همیشه منو به وجد میاره صحبت هایشون. ولی سوالی که میخواستم، و به هر حال چون وقتم کوتاه است جواب کوتاه هم اگر بدید خوشحال میشم، اینم این که
به نظر میرسه که شما مطرح کردید که فردوسی به نوعی میخواد تاریخ غیر مکتوب و تاریخ مبهم ما رو پیوند بده به چیزی که حالا تا حدی در زمان خودش دانسته بود، احتمالا میشه زمان ساسانیان. ولی به نظرم اینه که آیا فردوسی تنها هست به عنوان کسی که در همعصر خودش براش این پروژه‌ای بوده که انجام بده، یا اینکه بازم افراد دیگه هم بودن که سعی کردن یه حداقل شناختی از تاریخ ما قبل مکتوب ما یا ما قبل ساسانیان ما داشته باشن، یا حداقل توی چارچوبی سعی کنن بنویسنش، یعنی این به نظر میسه که یه چیزی منحصر به فردوسی هست، یا اینکه من یا اینکه اشتباه میکنم، شاید اینطور نیست. نه، بسیار سوال خوب و مهمیه. نه تنها اینکه فردوسی تنها نیست، بلکه نهله فکری او هم تنها نهله فکری نیست. یعنی یک نوع دیگری از نگاه به در واقع این ارتباط با اسطوره ها و با ما قبل تاریخ هم وجود داره. یعنی ما از طرفی مثلا بسرا پسر عمو بودن به نظرم دو تا بلعمی ها، ابو علی بلعمی و ابوالفضل بلعمی، اینها از طرفی یعنی یا عمو عموزاده بودن، اینها رو داریم میبینیم که اینها شروع میکنن به ترجمه متون عربی، مثلا ترجمه تاریخ طبری، ترجمه که معروف هست به تاریخ بلعمی، ترجمه تفسیر قرآن طبری باز دوباره معروف هست به تاریخ تفسیر طبری، اینها شروع میکنن در واقع به ترجمه یه سری متون عربی. یعنی فکر میکنن که یکی از راه ها این هست که با ادبیات عرب ارتباط برقرار کنن. بزرگانی هم بودن مثل خود همین بلعمی ها یا مثل عبدالله ابن مقفع که کلیل و دمنه رو در واقع از زبان پهلوی به عربی ترجمه میکنه. پس بنابراین یه نهله فکری دیگری هم هست برای اینکه ما تاریخ رو بشناسیم، باید بریم و به ادبیات عرب مراجعه بکنیم. مخصوصا شما دقت بکنید در دوره عباسیان که یه نهضت ترجمه‌ای را میفته در زمان متوکل و در زمان خاندان عباسی و متون مهمی از سراسر دنیا به عربی ترجمه میشه و یه فضای بسیار مهمی توی ادبیات ایجاد میشه. ما خودمون همون موقع فردوسی مگر ابوریحان بیرونی رو نداریم، اینها به عربی می نوشتن، مگر ابن سینا رو نداریم، اینها به عربی می نوشتن. پس بنابراین یک نگاه دیگری هم وجود داره. اونها هم آدم های ملی بودن، یعنی اونها هم آدم هایی نبودن که عربی گرا بودن، ولی ملی بودن، یعنی کاملا اتفاقا استقلال می خواستن و فکر می کردن باید تفکر رو بسازن و اندیشه رو بشناسن، خردمندانه فکر میکردن، راسیونالیست بودن. پس نهله های مختلفی وجود داشته و در حال همین نهله فکری، سبک فکری فردوسی هم ما منتقدین به فردوسی داریم، یعنی ترسوسی رو داریم که به فردوسی انتقاد میکنه، اسدی توسی رو داریم که به فردوسی انتقاد میکنه و همفکران او هستن و اتفاقا میگن که تو مثلا فروگذار کردی فلان قسمت رو، چرا این رو نگفتی، چرا داستان گرشاسپ رو نگفتی، چرا داستان دارا رو نگفتی. ما میبینیم خود فردوسی هزار بیت از دقیقه تر به اصطلاح میاره در شاهنامه. الان این شاهنامه‌ای که در دست ماست هزار بیتش مال دقیقیه و بنابراین این احساب قبل از فردوسی آغاز شده، دقیقی کوشیده و به اصطلاح در این راه گام برداشته. بنابراین فردوسی تنها نیست و نهله فکری او هم تنها نهله فکری نیست. ولی چون گفتم کوتاه جواب بده بگم که ولی شاخصه، فوق العاده هم شاخصه. متشکرم. بخش یه سوال دیگه هم یکی از دوستان فرستادن، گفتن اگر امکانش هست در رابطه با متنی که آقای راد میخونن توضیح بدن که این نسخه، یه ذره راجع به نسخه توضیح بدن، چون مثل که فرمودین که این نسخه رو صحیح تر میدونین. بله، نسخه آقای خالقی هست. من البته ضعیف ترین بخش فردوسی شناسیم نسخه شناسی است و خیلی توی زمین کار نکردم، نقص بزرگی هم هست، عذرخواهی هم میکنم از این بابت، نسخه ها رو خیلی خوب نمیشناسم. ولی میدونم که این نسخه آقای خالقی 15 تا در واقع نسخه خیلی قدیمی رو ایشون
مورد دقت قرار دادن و یکیشون از اینها قدیمی ترین نسخه ای هست که وجود داره. و بعد یک ترجمه معروف به ترجمه بنداری که یه اصفهانی بوده به نام بنداری، این جناب بنداری در 200 سال پس از فردوسی حامد شاهنامه رو به عربی ترجمه کرده. من اون متن رو دارم و خودم شخصا بعضی موقع مطابقت میکنم، فوق العاده ترجمه عالی کرده بنداری از شاهنامه، واقعا جای دستش رو باید بوسید و فوق العاده ترجمه خوبی است. اون ترجمه هم در اختیار آقای خالقی بوده و هر جا که گیر میکردن که کدوم رو انتخاب بکنن به اون ترجمه هم مراجعه میکردن و میشه گفت که کمتر از فردوسی از نظر زمانی آقای خالقی زحمت رو شاهنامه نکشید. یعنی اگر فردوسی 35-36 سال کار کرده، ایشون 50 سال کار کرده و تمام نسخ موجود رو داشتن و نگاه کردن، 15 تاشون انتخاب کردن و کار بسیار خوبی هست و قابل دفاع هست. ولی همینجور که عرض کردم، من خیلی نسخه شناس نیستم و فقط بر اساس همین باورها و مطالعات هست که نسخه ایشون انتخاب کردم. بسیار عالی، ممنون از لطفتون. سوال دیگه‌ای تو قسمت چت نیست، دوستی هم دست بلند نکردن. من فکر کنم با توجه به اینکه وقتمونم به پایان رسیده، من میخواستم از آقای نظیری خواهش کنم که دوباره اگر که تا ساعت 10:30 فرموده بودین به وقت اتاوا فرصت داریم، اگر کلام اختتامیه‌ای هست در خدمتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم. بسیار برنامه خوبی بود، بدعت و شروع خوبی بود برای همکاری با گروه قلمرو ادب. جناب استاد مهران راد بسیار کلام و مبحث خوبی رو باز کردن. به نظر میرسته که برای شروع ما هنوز در واقع مطالبی داریم که بخوایم در جلسات بعد حتما مطرح کنیم. ما انشالله برنامه‌ریزی خواهیم کرد که در خدمت شما باشیم و دوستان عزیز ادب دوست کلگریمون هم که مطمئنن کم نیستن و من اونها رو میشناسم و بعضی هاشون هم در واقع شاهنامه شناس هستن، حالا تو جلسات بعد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، حتما از این برنامه استفاده خواهیم کرد. ممنون، متشکرم. منم از آقای نظیری تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن و از بقیه اعضا انجمن، از خانواده های سیدین و وکیل هم که تشکر کردم، مجددا تشکر. حتما هماهنگی برنامه امشب به عهده خانم دکتر فخری آزاد بود که ممنونم ازشون که این برنامه رو هماهنگ کردن، که انشالله این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. من در انتها یادم رفت ابتدای کار بگم، البته آقای کابه فرمودن روز پدر رو خدمت همه پدران عزیز این گروه تبریک میگم، انشالله که همیشه سالم باشن، سایهشون بالای سر خانوادهشون باشه و انشالله بتونیم که ما هم بیشتر در برنامه های ادبی در خدمتون باشیم. بسیار عالی، شب بسیار خوبی بود. برای اتاوا 10:30، برای اینجا تازه 8:42 دقیقه است، ما سر شبمونه، شما اون بعد ته شبتونه. ولی خب به هر حال انشالله هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد برای هفته های بعد و از کلام استاد استفاده خواهیم کرد. از کاوه عزیزم که هماهنگی کردن سپاسگزاریم. شب همتون بخیر باشه و همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهد. ممنون، شب بسیار خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهد. خیلی ممنون، شب بخیر. شب شما بخیر باشه. خدا نگهد. آقای کاوه دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم، ممنون از شما، لطف کردین. خیلی زحمت کشیدید، دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. یعنی در واقع شما یه جواهری بودید که ما شما رو پیدا کردیم. اختیار دادن قربان. من توپولین باعث میشه ما فکر کنم جواهرم مثلا خیلی جواهر گرانبهایی میشم. نه، حقیقتا کانادا یک کشوری است که ما را در واقع دور کرده از سرزمین مادریمون، حالا هر کسی به هر دلیلی. ولی وقتی الان بعضی از دوستانی که تو این گروه بودن، حالا ادب شناس و ادب دوست هستن، راجع به مباحث مختلف حافظ یا مثنوی یا مولوی مطرح میکنن، بعضیش برای خود من بسیار جالب هست و حقیقتا من دلگرم میشم که عنوان یک ایرانی از حضور اساتیدی مثل شما استفاده کنیم. نفستون همیشه گرم باشه. خیلی متشکرم. بتونید این
نسلای بعدی که دارن میان و جوین میشن و استفاده میکنن حتما بایستی به نسل بعدیشون منتقل کنن که فرزندانشون هم یاد بگیرن. من امیدوار هستم زمانی باشه که این جلسات بعدی سالهای بعد جوانترها و بیان توضیح بدن، شعر بخونن و نسلای بعدی و سینه به سینه منتقل بشه، به خصوص برای ما که توی کشوری غریب هستیم و نیاز داریم پمپاژ روحی و فکری است. انشالله که سالم باشید و حتما با هم دعواز خواهیم گرفت. ببخشید که اضافه تر من صحبت کردم. عذرخواهی می‌کنم. مجددا شبتون بخیر باشه. شبتون بخیر. ممنون از شما. شب بخیر. قربان شما. خدا حافظ. خدا حافظ.